در این رابطه همراه میشیم با همکارم توماج تاهباز در سئول. توماج، برامون از این مانورها در داخل چین و واکنش‌ها به اون بیشتر بگو لطفاً. تن از واقعیت اینجاست که از ماه فوریه بعضی از مناطق چین شروع کردن به انجام مانوری به اسم مقابله با آزاتوریه با عامل ناشناخته، موضوعی که اون موقع خیلی توجهی رو به خودش جلب نکرد، به خصوص که خب مانورهای در سطح خیلی کوچیک‌تر در سال‌های 2022 و 2023 هم ما داشتیم در چین. اما گزارش‌های داخل چین نشون میده که از ماه ژوئن و به خصوص تو هفته‌های اخیر شمار شهرها و استان‌هایی که به این مانورها پیوستن به مراتب افزایش پیدا کرده، از بیجینگ پایتخت یعنی همون پکن تا استان‌های سیچوان، جیانگسو، هونان، هاینان و غیره. در ماه اوت اساساً شهرها و استان‌های باز هم به مراتب بیشتری به این مانورها پیوستن. اما در این روزها و هفته ها موضوع مانور توجه خیلی بیشتری رو به خودش جلب کرده. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که از زمان همه‌گیری کووید مانورهای در این سطح برگزار نشده بود و نکته دیگه که در برخی مناطق اصلا برای اولین باره که دارن چینی ها چنین مانوری رو برگزار میکنن. به همین دلیل بعضی از کاربرا پرسیدن هدف از این مانور مقابله با آزاتوریه با عامل ناشناخته چیه؟ آیا قرار دوباره اتفاقی بیفته یا نه؟ برخی از کاربرا هم دیدم که در طول این روزها گفتن اصلا این کار فقط هدر دادن پوله. یه نکته دیگه که شاید کمتر در موردش صحبت میشه، اونم در واقع توجهات رو به خودش جلب کرده، گزارش‌ها در مورد برگزاری یک مانور نسبتاً کوچیک مقابله با کرونا ویروس در 18 سپتامبر 2019، یعنی اساساً دو ماه قبل از اینکه اولین مورد رسمی کرونا در خود چین اعلام بشه. یکی از پژوهشگرها، یکی از کاربرای معروف چین به این موضوع اشاره کرده که مانورها ممکنه بخشی از طرح ملی کنترل بیماری‌ها در سال 2024-2025 هم باشه. البته این همه طبیعتاً گمان زنیه یا مسائلی که در فضای مجازی از همونطور که می‌دونیم در نبود رسانه‌های آزاد در چین خبرها و گزارش‌های تحقیقاتی زیادی در این مورد منتشر نشده هنوز. ممنونم از تو توماج تاهباز از سئول.